طوری که شنیدید، حکومت طالبان از هند خواسته است تا مانع اهانت کسانی به اسلام و اعتقادات مسلمانان خوانده شده است مانع از آن گردد که آنها را، البته حکومت طالبان، متعصبین خوانده است. این واکنش طالبان بعد از سخنان یک مقام حزب حاکم هند صورت گرفت که وی در یک مناظره تلویزیونی سخنانی در مورد پیامبر اسلام بیان داشت که باعث خشم مسلمانان در هند شده است. این واکنش طالبان در حال ابراز شد که هفته گذشته یک هیئت از هند از کابل نیز بازدید به عمل آورد و ملا یعقوب، سرپرست وزارت دفاع حکومت طالبان، در مصاحبه با مطبوعات هند روی علاقه طالبان با آموزش اردوی طالبان توسط هند موضوعات را ابراز کرده است. روابط هند با طالبان چگونه خواهد بود؟ برای بحث روی این موضوع آقای خیرالله آزاد، دیپلمات سابق افغان، را از طریق اسکایپ و از استانبول با خود داریم تا برداشت خود را با شما در میان بگذارند. آقای آزاد سلام، با شما سپاس از وقتتان. شما مدت را من یک دیپلمات در هند سپری کرده، از روابط موضع هند در قبال طالبان آگاهی دارین. برداشت شما در قبال ای داد و ستت های بین طالبان و حکومت هند چیست؟ آمدن هیئت هندی به کابل و حال واکنش طالبان و آنچه در هند میگذرم. با سلام خدمت شما و بیننده های محترم شما، خدمت شما عرض کنم که آنچه که هفته گذشته رخ داد و یک هیئت دیپلماتیک هندی وارد کابل شد، این نتیجه ماها حتی بیش از یک سال گفتگو و مذاکرات هندی ها، مذاکرات پشت پرده هندی ها با طالبان عمدتاً در دوحه بود که ثمره از گفتگوها این شد که یک هیئت دیپلماتیک هندی وارد کابل بشه و بحث ایجاد ارتباط میان دهلی و طالبان علنی بشه. این علاقه و این تلاش ها از قبل وجود داشت و این گفتگوها ادامه داشت. ثمرش چیزی بود که ما و شما هفته گذشته شاهدش بودیم. این به دلایلی که وجود دارد، منافع در افغانستان دارد، افغانستان از دید هین و از دید تقریبا اکثر کشورها یا بخشی از جنوب آسیا است، برای پیگیری منافع ملی خودش و امنیت ملی خودش نیاز احساس میکنه که در افغانستان حضور داشته باشه. خب شما از کوشش هند گفتین، طالبان هم به نظر میرسه که بسیار میکوشن تا رابطه نو رابطه حسنه را با هند داشته باشن. سراج الدین حقانی از هند خواسته که سفارت خود را دوباره در کابل باز کنه. ملا یعقوب خان آموزش اردوی طالبان توسط هند شده. به نظر شما علایق طالبان در رابطه با هند چی بوده میتونه، در حالی که پاکستان یک ائتلاف یا هم متحد عمده طالبان ممکن از نزدیکی طالبان با هند خرسند نباشه؟ ببینید، هدف طالبان از این تلاش ها که ما باور ما و باور ما و بر اساس مطلق ایجاد تماس با هند و بازگوشایی یا سرگیری فعالیت سفارت، تنها سفارت هند در کابل، نه همه نمایندگی های دیپلماتیک و کنسولی هند در افغانستان، بلکه تنها سفارت هند در کابل بر اساس چراغ سبز پاکستان صورت گرفته. هدف طالبان است که از این طریق به دنیا نشان بدهند که روابط ما با منطقه خوب است، ما واجد شرایط برای به رسمیت شناختن هستیم. از این طریق اینا بتانند استدلال بکنند در جامعه بین المللی و این کار انجام بدن. هندی ها با دنبال ایستن که بعد از 15 اگست 2021 همه روابطشون با افغانستان قطع شد و افغانستان به یک نقطه کور و تاریک از دید امنیتی و استخباراتی برای هند بدل شد. هندی ها اگر او اهداف قبلیشان رو نمیتونن دنبال بکنن، حداقل میخوان یک اشراف کوچک اطلاعاتی هم بر افغانستان داشته باشند. برایشان یک غنیمت بزرگ است. به همین دلیل هر دو طرف میره تلاش میکنند. اما آنچه میگرده به گفته آنچه بر میگرده به گفته های آقای ملا یعقوب، فکر میکنم آقای ملا یعقوب یک مقداری بیش از حق و آنچه که به اصطلاح برنامه طالب است و دید بادارا و حامی های بین المللی طالب که عمدتاً پاکستان شمرده می شود، او یک مقدار پیشروی کرده. اون جمع گفته که ما می توانیم در مرحله بعدی بعد از اعتماد سازی نیروهای نظامی رو با آموزش به هند بفرستیم، ولی در مرحله اول ایجاد ارتباط دیپلماتیک
نیاز است. هدف اصلی ایجاد روابط دیپلماتیک است. ممنون و سپاس از شما آقای آزاد که برداشت و تحلیل خود را در قبال روابط بین هند و حکومت طالبان با ما در میان گذاشته. تشکر.